از شنبه میتونی بیای برنامه، امشب لایوتو نرو، شنبه برنامه بیا، امشب لایوتو نرو، بلیتتو بگیر بیا. من نمیخوام بیام، من دیگه نمیخوام مجری اون صدا سیما باشم، من دیگه از شما ببخشید و متنفر شدم، استرس میگیرم شماها رو بخوام ببینم، استرس میگیرم جلو اون دوربینی بیستم که هر لحظه احساس کنم که وای خدای من، اون لحظه که آقای دکتر فهمی گفت رقص منو ممنون کار کردن، حالا که خودم یه اشتباهی کنم چه اتفاقی میفته؟ بعد جا داره بگم آقای مهندس جعفری جلوه، اون لحظه که داشت امضا میکردی خانم روزیتا قبادی معذرت خواهش به حد کافی نبوده، برای همین ممنون کار ازش استفاده نکنیم، باید چجوری معذرت خواهی میکردن؟ ببخشید به مردم ایران بگم من غلط کردم، اونم که گفتم سه بار گفتم معذرت میخوام، چون گفته بودین حتما باید سه بار بگی معذرت میخوام، من سه بارشو گفتم دیگه، چرا گذاشتینم کنار؟ البته بماند که بعد از اینکه منو ممنوع کار کردن، میخواستن یه انگم به من بچسبونن که ما میگیم، که به مردم میگیم که شما از نظر اجرا ضعیف بودی، گذاشتیم کنار. گفتم بعد از یک سال و نیم متوجه شدن اجرای روزیتا قبادی ضعیفه، اونم دقیقا شبی که کلمه رقص به کار برده شد، اون معذرت خواهی هم که دیدین کاملا اجباری بود و حتی رفته بودن به آقای دکتر فهیمی هم گفته بودن که بیاین معذرت خواهی کنین، به مردم توضیح بدین، و دکتر حاضر به این کار نشده بودن. تو شرایط کرونا هیچ کس حاضر نبود تو اون استودیو بیاد، چون استودیو فوق العاده آلوده بود، از 15 نفر تو استودیو که تاثیربردار و مدیر صحنه و منشی صحنه بودن 7 نفر کرونا گرفتن، دوتا از همکارای من انقدر بدحال شدن که بیمارستان مسیح دانشوری بستری شدن. اما من باز هم چون کارمو دوست داشتم رفتم، رفتم کرونا هم گرفتم، تا دم مرگم رفتم. وقتی هم برگشتم شیراز شهر خودم، همسرم هم از من کرونا گرفت، بچه هام هم از من کرونا گرفتن، تو خونه موندم. چند وقت پیش به خاطر یه اتفاقی برای بینیم افتاده بود، بینیم شکست و بینیمو عمل کردم، با بخیه‌های بینیمم رفتم، اینا عشق منو دیدن، احساس منو به کارم دیدن، ولی اصلا براشون مهم نبود، خیلی راحت منو له کردن، چون صدا سیما عادت داره له کنه، خودتون دیگه دیدین. آقای عادل فردوسی پور فکر می‌کنم از ایشون دیگه بزرگتر نباشه، فکر نمی‌کنم از عادل فردوسی پور پرمخاطب‌تر کسی باشه، اینا بیننده براشون مهم نیست، اینا خودشون براشون مهمه، اصلا برنامه ضبط می‌کنن، آیتم ضبط می‌کنن برای خودشون، چون می‌دونین بیننده، فکر نکنید من الان چون اومدم از صدا سیما بیرون دارم اینو به شما میگم، بارها این نقدو کردم، این داستان حل شدنی بود. ولی بالای امشب دوست عزیز که نوشته این داستان حل شدنی، من دیگه نمیخوام حل بشه، الان به آقای کریمی گفتم، میخوام دو تا آشیاز دادم، گفتم من نمیخوام برگردم صدا سیما،